بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد الله متعال و با درود و سلام بر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین عرض درود و سلام خدمت یکایک شما بزرگواران در خدمت استاد گرامی جناب شیخ هیثم سرحان هستیم، مدرس علوم اسلامی در مسجد النبی مدینه، و میپردازیم به یکی از دروس گرانمایه و شرح کتابی ارزشمند و گرانمایه که در این برنامه تقدیم حضور شما بزرگواران خواهد شد با توضیحات این استاد بزرگوار. سلام و رحمت و برکات الله بر شما، در خدمتتون هستیم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعین و نستغفر و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له، و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد ورسول. أما بعد، نراجع أولاً ما أخذنا في الدرس الماضي ثم نبدأ بإذن الله تعالى بالدرس الجديد بعد إن شاء الله. فرمودن بعد از حمد و ستایش الله متعال و آنچه که به خطبه حاجت در سنت نبوی مشهور هست، فرمودند که ان شاء الله چکیده و خلاصی از درس گذشته رو یادآور میشیم و بعد درس امروز رو آغاز خواهیم کرد. ذکرنا بفضل الله و منه في الدرس الماضي لماذا ندرس التوحید. در درس گذشته به این نکته پرداختیم که چرا به مطالعه و بررسی توحید میپردازیم. لماذا ندرس متن القواعد الاربع؟ و چرا در این زمینه متن کتاب قواعد اربع، یعنی قواعد چهارگانه رو انتخاب کرده ایم؟ لانها نصیحه العلماء. و دلیلی که ذکر کردیم این که این سفارش و توصیه علماست برای مراجعه به این کتاب در بحث بررسی توحید. و حتی نرد على بعض الشبه التي اتى بها اهل الشرك في زماننا. و همچنین بتونیم از این طریق به برخی از شبه هایی که گمراهان و منحرفان در این زمانه در رابطه با توحید و مسائل مرتبط با اون ذکر میکنند به پاسخگویی این شبهات بپردازیم. و ذکرنا ان لا نستمع للشبهات ولا نقرا في كتب الشبهات. و همچنین این نکته را هم مطرح کردیم که به شبهات ترتیب اثر نمیدیم، نمیشنویم و کتابهایی رو که حاوی شبهات هست و برای شبه پراکنی هست اون چنین کتابهایی رو مطالعه نمی کنیم. و ذکرنا اقسام هذا الكتاب، قلنا ممکن نقسم و نفهرس هذا الكتاب الى ثلاثه اقسام. و بخش های مختلف این کتاب رو ذکر کردیم و توضیح دادیم که میشه این کتاب رو به سه بخش تقسیم کرد. المقدمه و فيها عنوان السعاده. مقدمه که درش انواع و اسباب سعادت اومده. و ثم لماذا ندرس التوحید. و سپس این موضوع که چرا توحید رو مورد بررسی قرار میدیم. ثم القواعد الاربعه. و سپس ذکر قواعد اربعه، سومین بخش از بخش های سگانی کتاب قواعد اربعه است. و ذکرنا لماذا ابدا العلماء بالبسمله. این نکته رو توضیح دادیم که چرا عموما علما با بسم الله الرحمن الرحیم مطالب خودشون رو بیان و نگارش رو آغاز میکنن. و من هم اولیاء الله. و صفات و ویژگی های اولیاء الله رو توضیح دادیم. جمع بین الایمان و التقوا. و توضیح دادیم که اولیاء الله همون کسانی هستند که بین ایمان و تقوا جمع کردن، دارای صفت ایمان و تقوا هستند. و ذکرنا ان لابد ان نفرق بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان. و همچنین توضیح دادیم که حتما باید بین اولیای شیطان و اولیای رحمان فرق بگذاریم. نعم. و ایضا ذکرنا اسباب السعاده الثلاثه. همچنین اسباب سگانه سعادت رو ذکر کردیم. ننظر یعنی الانسان یکون حال السراء شاکر عند النعمه. یک این که انسان در حالت خوشی، در وقتی که در خوشی و نعمت به سر میبره شاکر باشه. و حال الضراء عند الابتلاء و عند المصیبه صابر. و در هنگام آزمون ها و سختی ها و در مصائب و به طور کلی در تنگناها صابر و شکیبا باشه. و عند المعصیه مستغفر. و همچنین هنگامی که مرتکب گناه و معصیتی شد راه استغفار و طلب مغفرت رو در پیش بگیره. ذکرنا ان النعمه ابتلاء. و همچنین ذکر کردیم که هر نعمتی که الله بهمون داده ابتلا و آزمایش و آزمون الهی است. ولا بد ان نتعلق بالله لا بغيره قبل ان تاتي النعمه. و این نکته رو هم یادآوری کردیم که قبل از اینکه نعمت بیاد باید فقط و فقط، یعنی قبل از برخورداری نعمت، به الله متعال متعلق باشیم و تعلق خاطر ما به او باشه. و بعد ان تأتی النعمه نشکر النعمه بالقلب واللسان والجوارح. و وقتی که از نعمتی برخوردار شدیم و الله بهمون نعمتی داد، شکر اون نعمت رو با زبان، قلب و اندام و جوارح خودمون به جای میاریم. اما القسم الثاني لماذا ندرس التوحید، هذا قد تكرر معنا
ان هذا هو حق الله سبحانه وتعالى. اما این موضوع که دومین بخش از کتاب قواعد اربعه است که چرا توحید رو مورد بررسی و مطالعه قرار میدیم، گفتیم که چرا که توحید حق الله متعال بر ماست. ولا بد ان ناتي بالتوحيد على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. و باید حتما این گریزناپذیر هست توحید رو به گونه ای که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای ما آوردن محقق بکنیم. نعم. اما القسم الثالث، و اما سومین بخش از کتاب قواعد اربعه از این قرار هست. نذكر القواعد باختصار و او الشبه والرد عليها. این قواعد چهارگانه رو یا شبهات مرتبط با اون رو که عنوان همین کتاب قواعد اربعه هم هست رو ذکر میکنیم و بعد به پاسخگویی این شبهات به طور مختصر میپردازیم. قد یقول بعض هؤلاء یعنی اهل البدع و اهل الباطل و اهل المنکرات قد یقول لك انا اقول ان الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر. نعم. چه بسا اهل بدعت و منحرفان عقیدتین رو میگن که ما هم قبول داریم که الله آفریدگار آسمان ها و زمین هست، مالک آسمان ها و زمین هست، مدیریت و تدبیر آسمان ها و زمین با الله متعال هست و روزی دهنده الله متعال هست و زنده کننده الله متعال هست. این نکته ای هست که چه بسا اهل بدعت و منحرفان عقیدتی مطرح میکنن. به طور کلی میگن ما به الله به عنوان خالق و مالک و رازق و زنده کننده و مدبر و مدیر امور اعتقاد داریم. نقول هذا وحده لا يكفي. میگیم که این اعتقاد و این اقرار به تنهایی کافی نیست. لابد ان نفرد الله بانواع التوحيد الثلاثه. بلکه برای محقق ساختن توحید باید در اقسام سگانه توحید الله رو یگانه و بیبدیل بدونیم. و توحید العباده لله سبحانه وتعالى في العبادات لا يمكن تصرف لغير الله. و اینکه توحید عبادت رو خاص و ویژه الله متعال بدونیم با این معنا و مفهوم که عبادت خاص و ویژه الله متعال هست و برای غیر الله انجام نمیشه. فاذا كان يفرد الله سبحانه وتعالى بالربوبيه لكن يصرف شيء ولو قليل من العباده لغير الله فقد وافق الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. اگر کسی در توحید ربوبیت الله رو یگانه و بی‌بدیل بدونه اما در باب توحید الوهیت کوچکترین چیزی از عبادت رو برای غیر الله انجام بده، او تفاوتی با مشرکان دوران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نخواهد داشت. ثانی القاعده الثانیه او الشبهه الثانیه، قد يقول بعض الناس من هؤلاء من اهل الباطل يقول انا لا اعبد هؤلاء الصالحين، انا اريد من هؤلاء القرب يقربوني الى الله سبحانه وتعالى او يشفعوا لي عند الله. نکته دوم و شبهه دیگری که در این بحث مطرح میکنن که همون قاعده دوم در این کتاب گرانمایه است، منظور منحرفان عقیدتی و اهل بدعت مطرح میکنند، این هست که میگن ما آن کسانی رو که صدا میزنیم اینها رو در حقیقت عبادت نمیکنیم، بلکه اینها رو واسطه های خودمون قرار میدیم بین ما و پروردگار ما تا ما رو به الله نزدیک بکنن و بدین وسیله به الله به وسیله اینها و با واسطه جویی از اینها تقرب میجوییم. الجواب نقول هذا الكلام الذي تذكر هو كلام الكفار. این سخن که میگن اینها واسطه های ما هستن همون سخن کافران هست. و به هذا الكلام كفرهم الله و قتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. و بر اساس همین سخن بود که اونا همین سخن رو میگفتن، الله متعال در قرآن بیان کرد که اینها کافرند و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم با اونها پیکار نمودند. و نسرد عليها الادله في هذا. و در این رابطه ادله شرعی رو ذکر میکنیم. نعم. الشبهه الثالثه. و اما شبهه سوم. يقول هذا المبطل ان الشرك محصور فقط في عباده الاصنام. این شبهه است که اهل بدعت و منحرفان عقیدتی و کسانی که این شبهه رو مطرح میکنن میگن که شرک فقط عبادت بت‌ها هست. تعریف شرک رو در عبادت بت‌ها منحصر میکنند. نعم. و یقول اما عباده الصالحین والاستغاثه بهم و دعا من دون الله و غیر هذا ليس بالشرك. و اما دلبستگی و وابستگی صالحان و عبادت اونها و صدا زدن اونها و همچنین کارهایی از این قبیل که انجام میشه که ازشون طلب دعا و درخواست
کمک میشه این از نوع بتپرستی و شرک نیست چرا که شرک رو منحصرا در بتپرستی معنا میکنه نقول هذا باطل بالكتاب والسنه وما اجمع عليه سلف الامه و ما میگیم که این ادعای باطلی است که کتاب و سنت و اجماع علما و سلف این امت این اشتباه و این انحراف عقیدتی رو رد میکنه والله سبحانه و تعالی امر بعبادته و نهى عن الشرك و این در حالی هست که الله متعال به عبادت خودش دستور داده و از اینکه چیزی و کسی رو برای او شریک قرار بدن من فرموده نهى عن الشرك سواء كان بالاشجار او بالاحجار او بالاصنام او بالشمس او بالقمر او بالصالحين او بالملائكه او غيرهم به طور کلی الله متعال از شرک نهی نموده شرک به سبب درختان باشه با سنگ ها باشه یا شرک از طریق صالحان و واسطه جویی صالحان باشه و خوبان و شهدا و امثال اینا همه این انواع و اقسام شرک رو الله متعال منع فرموده لم يفرق الله سبحانه وتعالى بين الشرك والشرك الله متعال بین این بتپرستی و این نوع شرک فرقی نگذاشته و همه رو شرک قرار داده و منعش کرده القاعده الرابعه و اما قاعده چهارم نقول لهؤلاء الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخلصون في الضراء عند الشده يخلصون لله سبحانه وتعالى ولا يشركون نعم مشركان این عادت رو داشتن که در سختی ها هم فقط و فقط الله رو به یگانگی صدا می‌زدند در شرایط سخت غیر الله رو صدا نمی‌زدند و اهل الشرك في زمان الصلاة والسلام شركهم دائم في السراء وفي الضراء از الله متعال حفاظت می‌طلبیم این در حالی هست که مشرکان زمان ما در خوشی ها و ناخوشی ها در سختی ها و تنگناها و در عموم حالات زندگی خودشون به الله متعال شرک می‌ورزند فنقول لهؤلاء توبوا الى الله سبحانه وتعالى لان الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اخلص في الضراء وكفرهم الله میگن که به این چنین کسانی میگیم که به سوی الله برگردید چرا که مشرکان در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم لااقل در سختی ها دقت بفرمایید در سختی ها الله رو به یگانگی صدا می زدند و شرک نمی ورزیدند و دین و عبادت رو خالصانه برای الله متعال قرار می دادند با این حال الله متعال بیان فرمود که اینها کافر هستند نعم و لانهم اشرکوا فی السراء چرا که اونها در زمان خوشی ها و در حالت های نرمال و طبیعی و عادی و خوشی های زندگی خودشون شرک می ورزیدند نعم و اهل الشرک فی زماننا و مشرکان زمان ما نسال العافیه و السلامه که از شرک به الله متعال پناه میبریم شرکهم فی الضراء و فی السراء هم در سختی ها شرک میورزند و هم در خوشی ها فهم اشد من الكفار الذين بعث فيهم النبي صلی الله علیه و از این رو از مشرکان زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بدتر هست نسال الله سبحانه و تعالی لنا و لهم الهدایه والله اعلم صلی الله علی نبی محمد و علی صحبه و سلم و این چنین هست که برای خودمون و برای اونها از الله متعال درخواست هدایت میکنیم و در پایان این درس بر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم درود میفرستیم و اینجاست که به پایان این درس رسیدیم و یکایک شما بزرگواران رو به الله متعال میسپارم الله حافظ و نگهدارتون